برای یاد گرفتن دستبند زیبای چشم نظر با من همراه باش. سلام دوستان عزیز و نازنینم، به آموزش این چشم نظر خوشگل خوش اومدید. بچه ها من برای اینکه این دستبند چشم نظر رو ببافم، اول نخم رو یک گره دادم، بعد اون رو به روشی که بهتون یاد دادم، جدیدترین روش تابیدن نخ، این رو تابیدم به اندازه 7 و 10 سانتی کار میتونین انجام بدین و بعد گره بدین. بعد از اون اومدم 7 سانت، حدود 7 سانت روی این دوتا نخم گره مدادی یا گره گلابی نیمه زدم. حالا با هم دیگه یک بار چند تا از این گره رو میزنیم که اگر فراموش کرده باشین یادتون بیاد. ببینید، من الان نخی که در این سمت دارم رو میارم از زیر این نخ ثابت، میارم این طرف و یه دونه گره میدم. ببینید به این صورت اولین گره هم رو میزنم و بعد این رو میارم زیر این نخ ثابت دوم به این صورت و یک گره از سمت خودش بهش میزنم. ببینید، یعنی من نخم الان این سمته. حالا برای اینکه بیام این سمت، باید این نخم رو بیارم زیر نخ ثابتم و دوباره یک گره بزنم به این صورت. حالا دوباره اینو میارم زیر این نخ، نخ ثابت بعدی، و یک گره میزنم. نخم میاد این سمت، میام دوباره به این سمت و یک گره به سمت داخل میزنم. دوباره نخ ثابتم رو جابجا میکنم و یک گره به این سمت میزنم. ببینید به این صورت. دیگه حالا مرتبش هم میکنید به این صورت. حالا من میخوام اینجا شروع کنم کار بافت چشم نظرم رو. ببینید، برای اول کار روی این دوتا نخ ثابت یه دونه گره با هم میزنم. خب به این صورت. ببینید، یک بار از این طرف، یک بار از این طرف، یه بار دیگه، یعنی در واقع دو تا گره روی دو تا نخ اجرا میکنیم به این صورت. خب حالا دوباره نخامون رو باز میکنیم و دوباره همون کاری که این بالا انجام داده بودیم رو تکرار میکنیم. ببینید، من یه گره اینجا دادم، بعد یه گره دیگه باید از این طرف بزنم به این صورت، یک و دو، دوباره یه بار دیگه میام به این سمت. حالا میام سمت مقابل، یه دونه گره به این سمت میدم و یه گره هم به سمت مقابل. ببینید، یه همچین شکلی به ما میده. بعد از اینکه دو تا گره، یه گره این طرف یه گره این طرف زدیم، ما همیشه این نخمون رو توی این قسمت میوردیم حالا زیر این نخ و این طرف دوباره یه گره میزدیم. تفاوتش الان چی میشه؟ این که وقتی که این گره رو اینجا زدین، این گره رو یه بار دیگه رو همین نخ تکرار میکنید، یعنی میشه یک و دو. ببینید به این صورت. حالا وقتی که به این مرحله رسید، این نخ آبی رنگم رو، سرمه‌ایمو در واقع، این رو با کره کله چکاوکی به کار اضافه میکنم به این صورت. ببینید، اینو باز میکنم و این دوتا نخ باقی ما، نخ زیری رو از داخل حلقه خودش رد میکنم به این صورت و این رو میارم وسط بافتم. حالا نخم رو میارم دوباره زیر و روی این نخ ثابتم، نخ ثابت شماره 2، یه دونه دوباره گره میزنم، یه دونه به سمت بیرون، یه دونه به سمت داخل، دوباره یه دونه به سمت بیرون، یه دونه به سمت داخل. حالا دوباره این دوتا نخم رو، نخ آبی رنگم رو، یک به یک دوتا نخ آبی رنگ دارم، روی همین نخ طلایی رنگم گره میدم. ببینید به این صورت، این یک گره و این هم گره دوم من، یک و دو به این صورت. حالا میام روی نخ ثابت شماره 1 و اینجا اولین گره رو به سمت بیرون، یک گره به سمت داخل، دوباره یک گره به سمت بیرون و یک گره به سمت داخل میزنم. حالا دوباره این نخ، یعنی یه ذره میدمش به سمت داخل که این قسمتش پیدا نباشه، و حالا با این نخ آبی رنگم دوباره روی این نخ طلایی دوتا
گره میزنم. اینجای کار باید دوباره یه رنگ دیگر رو به بافت اضافه کنم. من نخ آبیم رو برمیدارم و یکم رنگ رو و دوباره با گره کله چکاوک این رو به کار اضافه میکنم به این صورت و میام روی نخ آبی اولی، نخ آبی که داخل بافت دارم، و یک گره دیگه اینجا توی این قسمت بهش میزنم. حالا میام روی نخ ثابت شماره دو گره های سمت مقابلم رو، یکی به بیرون، یکی به سمت داخل، یکی به بیرون، یکی به سمت داخل میزنم. حالا دوباره در این قسمت باید این نخ آبی رنگم رو دوباره به کار گره بدم به این صورت. ببینید اینجوری میشه و یک بار دوباره این نخ آبی کم رنگم رو گره میدم. دوباره نخ آبی کم رنگ شماره دو رو دوباره گره میدم، نخ سرمه ای رو گره میدم و در نهایت نخ شماره نخ آبی ثابتم رو، شماره یک رو، یه بار به بیرون، یه بار به داخل، یه بار به بیرون و یک بار به سمت داخل گره میدم. دوباره این نخ آبی رو به کار بافت میزنم، یه دونه گره، دو تا گره. بعد میام این نخ آبی کم رنگ رو اضافه میکنم به بافتم، یک و دو. اینجا باید یه نخ دیگر رو به بافت اضافه کنم. من نخ مشکیم رو برمیدارم، از وسط نصفش میکنم و اینجا دوباره با گره کله چکاوکی این رو به بافت اضافه میکنم به این صورت. حالا با نخ آبی، آبی کم رنگ، دوباره دو تا گره اینجا میزنم، میام نخ سرمه ای، دو تا گره با نخ سرمه ای میزنم و حالا روی نخ آبی شماره یک باید یه دونه گره به بیرون، یه دونه گره به داخل. تموم میکنم کارش رو و یه نخ جدید برمیدارم. این نخ جدیدم رو میذارم روی نخ ثابتم به این صورت و اولین گره رو اینجا میزنم. این گره سر انداختن هست، این گره اولیش و این هم گره دومه. چون میخوام سر نخم به این سمت باشه، دوتا گره همو به این سمت زدم و بعد این نخ و این نخی که اینجا اضافه دارم رو توی کار سفت میکنم. اینجا رو هم ثابت بکنم یه ذره که کارم محکم باشه و به این ترتیب. ببینید اینو اووردم الان اینجا، این که هیچی. دوباره نخ آبیم رو میگیرم، نخ آبی رو اول به بافت اضافه میکنم به این صورت، نخ آبی کم رنگ به این صورت، نخ مشکی، نخ مشکی دوم، آبی کم رنگ، آبی پر رنگ یا سرمه به بافت اضافه شد. حالا نخ ثابتم رو میارم زیر نخ اولیم، نخ ثابت اولیم، و یک گره به بیرون، یک گره به سمت داخل، بار دوم یک گره به سمت بیرون، یک گره هم به سمت داخل میزنم به این صورت. حالا از این رج باید نخ کم کنیم.